درودی گرم، داریوش باقری هستم در برنامه بیگ بنگ. خیلی خیلی خوشحالم از اظهار نظرهایی که میکنید و استقبالی که از این برنامه علمی شما میکنید و ما رو شرمنده میکنید از محبتاتون. دوستان عزیز، این برنامه که با حضور جناب پروفسور ابراهیم ویکتوری برگزار شده، نزدیک 3 ماه تقریبا بیشتره که در خدمتتون هستیم. فصل‌های مختلفی رو راجبش صحبت کردیم، از پیدایش جهان صحبت کردیم، از لحظه بیگ بنگ صحبت کردیم، از پیدایش کرات، سیارات، ستاره‌ها، کهکشان‌ها، به وجود آمدن کره زمین چگونه به وجود اومد، چقدر طول کشید، چه اتفاقاتی برای زمین افتاد، چجوری در اثر برخورد با شهاب سنگ‌های کره زمین در حقیقت دوباره متولد شد و چگونه با یک تک سلولی که در قعر اقیانوس ها بود حیات به وجود اومد و چگونه شد که انسان بعد از تکامل اون تک یاخته تک سلولی تونست به اشکال گوناگون، که خب همونجوری هم که همتون دیگه حتما میدونید، از تغییر شکلی که یک ماهی زیر دریاست با دست و پا در آوردن و از اقیانوس خارج شدن و به شکل حیوانات مختلف تکامل پیدا کرد تا به میمون رسید و بعدم به انسان رسید، همه اینا رو صحبت کردیم و یه بحثی هم داشتیم که چگونه مذهب به وجود آمد، چگونه انسان خدا رو آفرید به خاطر نیازی که بهش داشت، اول بت‌ها رو درست کرد، بعد از پرستش بت‌ها عده آمدن و فکر کردن که باید با یک موجود ناشناخته طرف باشن تا بتونن قدرت بیشتری ازش بگیرن برای کنترل جامعه. اینا همش بحث شده در کتاب خدا دینل و پدیده‌های فضایی هم هست. در این دو کتاب مباحث گوناگون دیگه‌ای هم مطرح شده که ما سعی میکنیم که اون مباحث رو هم هر جوری شده بهش بپردازیم. یکی از این مباحث وجود موجودات ناشناخته فضایی یا به قول ما آدم فضایی ها یا الین ها یا بشقاب های پرنده، یو اف او ها یا یو فو. با اینا در مورد اینا هم خیلی، مخصوصا در مورد همین یو اف او ها یا الین ها، آدم های فضایی و بشقاب های پرنده 3 جلسه تقریبا صحبت کردیم و خیلی این موضوع رو جناب ویکتوری شکافتن که از کجا شروع شد، چی شد که به این نتیجه رسیدن، چی شد که فکر کردن اصلا در کرات دیگر میتونه حیات وجود داشته باشه و نه تنها حیات بلکه موجوداتی شاید پیشرفته تر از ما وجود داشته یا داره. تصوراتی که مردم داشتن رو میگم خدمتتون و بعضی از دانشمندها هم همینطور. و بعد این عده‌ی شیاد، عده‌ی فرصت طلب، عده‌ای که میخواستن سود ببرن از این جریان ها، این جریانات ها تقویت کردن، دلایل و شواهد و عکس ها و فیلم ها و غیره براش ساختن و نشون دادن که آدم فضایی هایی بودن به کره زمین اومدن، عملیاتی در کره زمین انجام دادن، حتی بعضیاشون آدمای ما رو دزدیدن بردن و همه این مسائل مطرح شدش. به تفصیل آقای ویکتوری راجع به این مسائل صحبت کردن که روشن‌تر بشه. در نهایت در جلسه پیش ما تصور این بودش که خب این مبحث رو تموم میکنیم، ولی با تماس‌هایی که داشتیم عده‌ای از دوستان به خصوص از ایران سوالشون این بود آقا این آدم فضایی ها هستن، چرا شما میگین نیستن؟ بالاخره این شواهد و این دلایل است. انگار توجهی نکردن به همه این مطالبی که ما گفتیم. از آقای ویکتوری خواهش کردم 1 جلسه دیگه که امروز باشه رو در خدمتتون باشیم که این پرونده رو ببندیم و به طور قطع و یقین بگیم آقا آدم فضایی هایی بودن اومدن به کره زمین و میان یا نه، و چه اگر نه دلایلش چیه. جناب آقای ویکتوری، درودی گرم دارم خدمت شما. سلام خدمت شما آقای باقری. جناب ویکتوری، شنیدین صحبت هایی که من کردم؟ بفرمایید. بله شنیدم. چطور ممکن نشده باشم به عرض 48 ساعته؟ تنها چیزی که از شما دارم میفهمم اینه که مردم نفهمیدن، باید اینو از نقطه نظر علم بهشون بگیم چی هست. آره.
اتفاقا خیلی خوبه که این بار بیایم، حالا غیر از مواردی رو که قبلا صحبت کردیم، بیایم از لحاظ فیزیکی و علمی ثابت بکنید شما که آقا هیچ آدم فضایی نمیتونسته در طی سالهای گذشته و اکنون به کره زمین اومده باشه. بریم سراغ این مبحث، بفرماییم. اوکی. تنها جوری که اینو میدونی قشنگ ثابت بکنی و یه جوری که مردم بدونن درک کنن از نظر علم، همون جوریست که خود ما سایدیست ها وقتی که تو دفترمون نشستیم یا قبل از اون وقتی محصل هستیم و سر کلاس هستیم، با فرمول ها که در فیزیک یاد ما میدن، ما میتونیم که همه اینا رو درک بکنیم و بفهمیم و محاسبه بکنیم. اوکی؟ بله. فقط چیزی که هست مردم معمول مثل شما و بیشتر مردم، به غیر از اونایی که سر کلاس های فیزیک نشستن و سالها گذروندن اونجا، نمیتونن درک کنن که چیه. اینی که من فکر کردم که یه خورده امروز برنامه رو ممکنه که تکنیکال بشه، یعنی ممکنه که یکی دو تا فرمول من بذارم، یه دونه فرمول فقط اتفاقا میذارم، ولی که توضیح بدم برای تو که این یه فرموله چیه هست و این فرموله بتونه که واقعا به ما ثابت بکنه که چرا ما اصلا نتونستیم مسافرت بکنیم از اینجا به یک کهکشان دیگه، یا از اینجا حتی به یک ستاره دیگه. آیا ممکنه که به یک ستاره دیگه مسافرت بکنیم؟ همه چیز ممکنه. من که نشستم نمیدونم بگم که چیزی ممکنه چیزی ممکن نیست که. یه سال پیش اصلا ممکن نبود که 10% چیزهایی که ما الان میدونیم بدونیم. اون موقع در عرض 10 سال پیش گذشته 50 ساله که ما فقط تونستیم خودمونو از جذب سطح زمین رها بکنیم و بتونیم بریم به کجا؟ کره ماه. نزدیکترین چیزی که نزدیک پهلو ماست اون چی هست؟ کره ماه هست. اوکی؟ این فقط 40-50 سال پیش اتفاق افتاده. در طی مدت این میلیون ها 5 میلیارد سالی که زمین اینجاست، اوکی؟ تقریبا میلیون ها سال هم هست که بشر وجود داره، بشری که مثل من و شما هست که فرمول میدونه و این و اون. ما واقعا باید بگیم که در اول این قرن به دنیا اومده، در اول قرن 20 100 سال پیش ما میتونستیم اینها رو بفهمیم. حالا شما اگه این کتاب کازمیک فنامنان یا پدیده های فضایی رو دارید در منزل الان، برید به صفحه 122 انگلیسی. فارسیش هم همونه. فارسیش هم صفحه 122. بله. اوکی، به صفحه 122. اونجا فقط یک فرمول میبینید. یک فرمول خیلی ساده ای هست. البته الان ساده نیست وقتی نگاه کردید، ولی ساده میشه وقتی من براتون توضیح بدم که این اول این علامت ها چی هستن و چه چیزهایی از نقطه نظر متمتیک و از نقطه نظر سیمبول اینا نشون میدن. من اون فرمولی که در بخش انگلیسی بخش سوم کتاب کازمیک فنامنان یا کتاب پدیده های فضایی است دیگه اسمش. بله درسته. آره، پدیده های فضایی است. میدونم درباره اون بهتون بگم که چی هست و بتونیم با هم با چیزهایی که اصطلاحاتی که با هم دیگه باید کار بکنیم در این یک ساعت دیگه بدونیم بفهمیم اینها چی هست. آقای ویکتوری، قبل از اینکه وارد خود فرمول بشین و یکی یکی توضیح بدی، اولا بگین که این فرمول فرمولیه که اینشتین درست کرد دیگه، درسته؟ نه این فرمول اینشتین بر اساس E مساویس با MC2 اینشتین. چی؟ بر اساس فرمول E مساویس با MC2 اینشتین در حقیقت دیگه. بر اثر
راستش بخواد در حقیقت هم فرمول نیوتن بوده F equal ma، اوکی، فورس نیرو مساوی، نیرو مساوی هست با جرم ضرب در شتاب، اوکی درسته. ولی ما باید بفهمیم جرم چی هست و شتاب چی هست تا بودیم اینا رو بفهمیم. خیلی هستن که گمونم 10% مردم رو که ازشون سوال بکنی تفاوت شتاب یا سرعت رو حتی نمیدونن چیه. سرعت رو به زور میدونن بگن چی چیه، برای خاطری که تو ماشین میشینن و میبینن که سرعتشون عوض میشه. اینا میدونن سرعت وقتیست که شما دارید حرکت میکنید، این نشانه حرکتتونه. ولی این حرکتی که شما دارید میکنید و همه ما میکنیم، چه تو ماشین میشینیم، چه تو طیاره میشینیم، چه تو یک سفینه میشینیم، و این سفینه چه داره به سر به دور زمین میره بگرده، چه داره میره به توی ماه بیاد پایین، چه داره میره که تو در مریخ بیاد پایین، و چه داره میره که در یک سیاره دیگه بیاد پایین که متعلق به همین چیز مال خورشیدی هست، و چه به اینی که ما بریم به اصلا به یه ستاره دیگه. حالا وقتی که ما شروع بکنیم فکر بکنیم که ما داریم میخوایم یه ستاره دیگه بریم، اونجا یه چیزی هست که باید ما در نظر داشته باشیم و اون بزرگی فاصله هایی هست که میونه ما وجود داره و بزرگی کائنات وجود داره. اونه که ما که در زمین بزرگ شدیم و در زمین داریم زندگی میکنیم و اینه، اون همیشه تو غلط بیفتیم به اینی که اینو بتونیم درکش بکنیم. اوکی؟ خود منه که ببینید، من در گراجویت سکول MIT بودم وقتی که اینا رو خوب خشنگ یاد گرفتم و فهمیدم. سالهای تموم، 3 سال 4 سال تموم من درسهای مختلف اونجا گرفته بودم که اینا رو اصلا بدونم حالیم بشه، گوش میدین؟ بله. و بیشترش هم وقتی فهمیدم که تونستم که فرمولی رو به قسمتی به از نقطه نظر فرمول از نقطه نظر ریاضیات بدونم تشخیص بدم که اون چی هست. من امروز فقط 2 تا چیز رو سعی میکنم که یاد شما بدم که شما بتونید چجوری تصمیم بگیرید. یکی از اونها شتابه، و سرعت، فرق سرعت و شتاب رو که بتونید بعدن میدونیم حرکت رو بفهمیم که چجوری ما حرکت میکنیم. اون درس رو آینشتاین به ما نداد، خیلی قبل از آینشتاین نیوتن به ما داد، اوکی؟ و بزرگترین و 3 تا قانونی بود که نیوتن قانون حرکت رو به ما داد که ما تونستیم معلوم بکنیم که چه چیزی لازم داریم که یک جرمی رو بدونیم حرکت بدیم و بفهمیم که حرکتش چجوریه، سرعتش چقدره، چجوری سرعتش عوض میشه. قبل از اینی که بدونیم چجوری سرعتش عوض بشه، باید یه چیزی رو در نظر بگیریم و یاد بگیریم، و اون اینه که عوض شدن یک سرعت یعنی شتاب. اوکی؟ همون جوری که عوض شدن جایی رو که ایستادید یا فاصله تون با این جرمی که بغلتون هست یا ماشینتون باشه، دوچرختون باشه، یه بچه‌تون باشه که پهلتونه، وقتی اون چیه؟ به اون میگن سرعتتون. وقتی که سرعت بگیرید، شما سرعتتون با اون بچه، با مادرتون، با ماشینتون فرق بکنه، شما دارید از هم دیگه دور میشید. این خیلی ساده است، به این میگن سرعت. همه ما میفهمیم سرعت چیه، تو ماشین نشستی میگیم 100 مایل در ساعت یا برو، ولی وقتی که میخواید در این باره خود فکر کنید و بیارید روی یک فرمول ریاضی و برید قسمت دوم، که وقتی که سرعت عوض میشه چی چیزی هست، اون دیگه یه خورده سخت‌تر از هم اسم اون، به اون چی میگن؟ به اون میگن شتاب. بله. شتاب وقتی است که شما سرعتتون عوض میشه.
نمیدونم این آسون است برای تو که خیلی الان توضیحی که شما میدین خیلی آسون هستش فهمیدنش. با این توضیح دادن من بله، آسون شد. بله بله. اوکی، پس تنها چیزی که باید قشنگ در نظر داشته باشید اینه که سرعت چیه و شتاب چیه. چرا شتاب ما باید بدونیم چیه؟ برای خاطر اینی که شتاب اگه میخواییم داشته باشیم، یعنی میخواییم سرعتمون عوض بشه، نیرو لازم داریم و نیرویی که لازم داریم بستگی به اون شتابیست که ما میخواییم به کار ببریم که سرعتمون رو عوض کنیم. این فرمولیست که نیوتون یاد ما داد، یکی از فرمولای نیوتون بود. اوکی؟ اسمش هم خیلی مشهوره، شما تو هر کالج مهندسی که برید به خصوص تو MIT همیشه صحبت میکردیم از F equal MA. اوکی؟ F equals MA، یعنی فورس مساوی هست به M، یعنی جرم. اسم رو فعلا میذارن جرم، حالا من براتون توضیح میدم که اون چی هست. ضرب در اکسلریشن. جرم چیه؟ جرم اون چیزیست که هر بدنی، هر چیزی، هر وجودی، هر چیزی که از اتم تشکیل شده و از چیزهای اتمهای بزرگتر و مثل ماشین و تیاره و اینا همشون که ما میخواییم سرعت بهشون بدیم و اینا یه جرمی دارن. جرمشون چیه؟ جرمشون اصولا ما میگیم که این وزنشونه، ولی این نیست. جرم ما چی هست؟ جرم ما مساوی است با مقاومت ما نسبت به شتاب. اگه میخواییم خودمون رو شتاب بدیم یه جوری که سرعتمون عوض بشه، نیرو لازم داریم. اوکی؟ بهتر اینجوری که من میدونم اینو به شما بگم که این چی هست. اوکی؟ این وزنیست که ما داریم. این وزن چیه؟ این یعنی چه وزن ما داریم؟ مثلا میگید که بنده 180 پوند بودم، الان 40 پوند گم کردم، شدم 140 پوند. این پوندی یعنی چه؟ این وزن چی هست؟ اوکی؟ وزن اون چیزیست که ما که در سطح زمین داریم زندگی میکنیم، در سطح زمین داریم زندگی میکنیم. زمین یه نیروی جاذبه ای داره که از مرکز زمین این نیرو میاد و همه چیز رو به خودش جمع میکنه. این نیرو وجود داره و ما اگر در سطح زمین داریم راه میریم، اگر در سطح زمین داریم زندگی میکنیم، اگه بخوایم از سطح زمین بریم بالاتر یا حتی از سطح زمین بیایم پایینتر، بریم نزدیک مرکز زمین، ما وزنمون عوض میشه. وزنمون چیه؟ اون مقدار نیرویی است که ما لازم داریم. اوکی؟ که حریف این جذابیت کشش زمین. کشش زمین. اوکی؟ کششی است که زمین، نه فقط به ما، هر چیزی که در سطح زمین هست، این کشش زمین داره روش عمل میکنه. روی ما هر کدومون به شخصی، به بچه‌مون، به مادرمون، به ماشینمون و تیاره که بالای هوا هست، حتی به ماه که داره به دور زمین میگرده، این کشش زمین روی اون داره اثر میذاره و این کشش هست و این فرمولای به خصوص داره که این فرمولا نشون میده که این کششی که وسط زمین داره روی ماه چجوری اثر میکنه و چجوری حرکت ماه رو این کنترل میکنه که این ماه در عرض 30 روز یه بار به دور زمین بگرده و برگرده سر جاش و چطور میشه که بیره و برمیگرده سر جاش و اصلا چطور میشه که این ممکنه که بره از جای خودش و دیگه بر نگرده سر جاش. اینو ما برای چی لازم داریم؟ اینو ما برای این لازم داریم که از سطح زمین خارج شیم. اگه میخواییم مسافرت کنیم به فضا، این خیلی ساده است. بله. اگه میخواییم، درسته یا نه آقای؟ بله بله دقیقا. اوکی، این خیلی ساده است.
ما اگه بخوایم از سطح زمین جدا شیم، دورتر بریم، دورتر بریم، نه به امید اینی که در یه جایی بمونیم میونه بالاتر از سطح زمین، اگه بخوایم اونجا بمونیم که نمیدونیم وایسیم که، چون اگه وایسیم فورا زمین ما رو میکشه به طرف خودش و ما میایم میفتیم. باید یک نیروی بر ضد این کشش زمین روی ما که در فضا معلق شدیم، چون از سطح زمین اومدیم بالا دیگه معلقیم، یعنی زمین داره مرتب ما رو میکشه پایین، ولی یه چیزی ما رو نگه داشته اون بالا. اون یکی چی هست؟ به اون میگن نیروی گریز از مرکز. نیروی گریز از مرکز چیه؟ هر جرمی که داره خط راست نمیره. چرا؟ خط راست چیه؟ خط راست یه سیرکلیه، یک دایره ایست، اوکی، که شعلش که چی میگن؟ ریدیس. این دایره ریدیس رو به فارسی چی میگن؟ شعا. شعا 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 آره شعا. این شعایشه. شما شعاعتون که باید عوض شعاعتون یعنی باید عوض بشه. خب برای خاطر که این شعاع عوض شه، شما میدونید باید چه کار کنید. باید یه کاری بکنید که همینجوری که معلق هستید در سطح زمین، یک حرکتی داشته باشید دایره‌ای به دور زمین. چرا؟ چون وقتی که ما داریم در بغیر از این که خط یک راست حرکت کنید، خط راست هم میدونید چیه؟ خط راست هم یک سیرکلی هست که ریدیسش، که شعاعش انفینیته، بی نهایته، بی نهایته. ما وقتی که یک چیزی داشته باشه که شعاعش انفینیت باشه، انفینیت باشه، یعنی خط راسته. شما اگه خط راست نسبت به زمین دارید مسافرت میکنید، یک خط راست فقط دارید مسافرت میکنید، اوکی؟ این برای خاطر اینه که این مسیری رو که دارید طی میکنید شعاعش انفینیتیه. مثلا یک ساتلایتی که ما میفرستیم بره به دور زمین، و به دور زمین وقتی که داره حرکت میکنه، در حقیقت این حرکتی که به دور زمین داره، اوکی؟ نیروی کشش زمین داره اینو میکشه به طرف خودش، ولی هر جرمی که داره در یک خط منحنی مسافرت میکنه، یه نیروی روش داره حرکت داره، روش اثر میکنه، که به اون میگن نیروی گریز از مرکز. این یادتون باشه، چون این مهمترین نیروی هست که ما میدونیم در علم فیزیک وجود داره برای ما که در سطح زمین داریم زندگی میکنیم. تو دوچرخه که سوار میشیم، دوچرخمون این اون از نیروی گریز از مرکز داره استفاده میکنه. تیاره ها نیروی گریز از مرکز دارن استفاده میکنن، میرن بیرون و میان تو، ولی این بیرونی که داره، تیاره که داره به دور زمین میگرده، در حقیقت به طرف مرکز زمین مرتب داره شتاب پیدا میکنه، مرتب میخواد بیاد به طرف مرکز زمین. ولی یک نیروی ضد اون نیرویی که زمین به این تیاره داره ابراز میکنه، نیرویی که زمین داره روی اون میذاره، این تیاره یه جوری هست که نیروی ضد اونو داره درست میکنه. اون نیروی چیه؟ تیاره دوتا بال داره، درست یا نه؟ این باله بالاش یه چیز آیرودینامیک، یا آیرودینامیکه، چیز صاف داره، و این چیزی که منحنیه در بالا و این چیزی که صاف در پایین، این همینی که داره در با سرعت موازی در جو زمین داره این حرکت میکنه، یک نیروی به این به وجود میاد. چرا این نیرو به وجود میاد؟ حالا برای خاطر این که جوایی که، خوب گوش کنید چی دارم به تو میگم، الان به تو دارم میگم چجوری تیاره کار میکنه، این جوایی که در زمین هستن، هوایی که ما داریم میخوریم، داریم استنشاق میکنیم، درست یا نه؟ بله. این هوا، بال داره روی این هوا حرکت میکنه،
از اونجایی که قسمت بالای بال اگه خوب نگاه بکنید، بال میره بالا و میاد پایین و میاد پایین. آیرودینامیکه دیگه. آیرودینامیکه. هایدرودینامیکه. آره به این میگن هایدرودینامیک. ولی قسمت پایینش صافه. کمتره. بنابراین چی میشه؟ این چیزهای هوا. جریان هوا. جریان هوا که داره از روی بال داره میگذره، چون که بال طولانی تره تا زیر بال، این بیشتر طول میکشه که از اون قسمت بالای بال حرکت بکنه تا از زیر بال حرکت بکنه. وقتی که طول میکشه یعنی سرعت اون هوا، هوایی که در جو هست، اون هوایی که بالای بال داره میره سرعتش کمتر از هوایی که در زیر بال داره مسافرت میکنه. از اونجایی که وقتی این دوتا با هم دیگه بودن، کی با هم دیگه بودن این دوتا پیس جو هوا؟ موقعی بودن که این باله هنوز نیامده بود وسط اینا رد بشه، اینا همشون بودن، این جو همچین جوی روشون کار نمیکرد. به مجرد که یک بالی یا یک چیزی که شکل یک بال هواپیما رو داره بیاد در این قسمت شروع کنه به حرکت کردن، فرمول های جو که در بالای بال دارن حرکت میکنن سرعتشون کمتره یا بیشتره؟ که وقتی که داره حرکت میکنه سرعتشون بیشتره. چرا از اینجا از هیچ وقت بالای یه دونه بال هواپیما اگه سرعتش به اندازه همون سرعت جوی بود که زیر بال هواپیما داره حرکت میکنه، یه موقعی یه وکیومی در بالا کرییت میشد و اینو. ولی یک نیروی دیگه هست، برنولیز اکویژن به اون میگن، به اون اینه که جو زمین یه خاصیت دیگه ای داره. انرژی که داره یه خود پرشر روشه، پرشر داره این هوا، پرشر فشار. چی جاره؟ فشار. فشار. فشار داره و اون چه؟ اون فشار جوه. اوکی. یکی دیگه وقتی سرعت میکنن این مولکول‌های جو دارن سرعت میکنن، چیزشون میاد پایین. فشارشون میاد پایین و فشاری که روی اینا هست خود میاد پایین. برای همینه که وقتی که این بالی که بالاش دراستر از زیرش میاد از وسط جو داره حرکت میکنه، از اونجایی که هرچی داخل این بال میشه باید بیاد از خود بال خارج بشه، چون اگه نشه یه موقعی وکیوم روی بال میاد. بابا میدونیم که بال نمیدونه وکیوم بشه، چون مرتب این هوا داره میاد و میره. اوکی؟ برای همینه که فشار هوا در بالای بال کمتر از فشار هوا در زیر بال میشه. خوب متوجه شدید؟ بله بله بله. وقتی که فشار هوا در بالای بال کمتر از فشار هوا زیر بال باشه یعنی چه؟ یعنی هوا جو داره فشار میره روی بال هواپیما و اینو داره به طرف بالا نیرو بهش وارد داره وارد میکنه. درسته یا نه؟ درسته. فهمیدی؟ بله بله بله. اوکی. پس بنابراین چطور میشه؟ هواپیما شروع میکنه به مسافرت کردن در جو و اومدن بالا. از روی فرودگاه هواپیما که داره شروع میکنید به حرکت کردن وقتی تو هواپیما نشستید، از اون موقع اول این شروع میشه، این فشاری که بهتون الان گفتم چجوری به وجود میاد، این به هر دو طرف بال این فشار بیاره و این بالو میبره بالا میبره بالا میبره بالا. و همیشه هم دیدید که پشت هر بالا یک خط دیگه ای هست که این میاد پایین و میره بالا. این برای اینه که اون سطح بالو عوض بکنه، اندازه‌ای که چیزهای جو دارن مسافرت میکنن عوض بکنه که سرعتشون عوض شه. سرعتشون که عوض شه فشار اون نسبت به فشار زیر بال عوض میشه و بنابراین بالو میدونه ببره بالاتر یا بالو میدونه بیاره پایین‌تر. اینی که وقتی که میخواید لند بکنید بعد از اینی که وقتی میخواید طیاره بره بالا، این یه جوری میکنن که این فشارش بره بالا تو این از زیر تیاره تو این زیر تیاره فشار بیاره فشار بیاره، تیاره میره بالا میره بالا میره بالا و وقتی میخواد تیاره بشینه
اینو عوض میکنن، این که پشت بال هست میبینید دو تا چیز خیلی بزرگه که این میاد پایین و میره بالا. اون که به اینا چی بگن؟ نمیدونم فارسیش چی میشه دیگه. منم نمیدونم. هر صورت این عوض میشه، بنابراین فشار رو در روی بال هواپیما این کمتر میکنه، کمتر میکنه. البته وقتی کمتر میکنه کنترلش دست ماست که چقدر اینو کم میکنه. چرا کنترلش دست ماست؟ واسه خاطر اینکه خلبان اونجا نشسته، یکی این چتر دستشه، اینو بالا میاره و پایین میاره، و اینکه بالا و پایین میره اون دو تا چیزی که پشت اون بال هستن و بالا پایین دارن میرن، اوکی، اون کنترلی است که خلبان داره روی هواپیما، که هواپیما بالا بره یا پایین بره. اینا قسمت های کنترل هست جناب دکتر. این جناب دکتر، این در حالی است که وزن هواپیماش تغییری نمی کنه. ولی نه، وزن هواپیما همونه. این تفاوت وزنی که برای تصوری که آدم از وزن میتونه داشته، وزنش تغییری نکرده، ولی این رفته رو هوا. رفته رو هوا. آره، هیچ کاری بکنه و اصلا وزنش هم وزن شده. همه آدما، همه خوراکا، همه صندلیا، همه چمدونای مردم که اونجا بوده هست. اما جرمش چی؟ ولی این داره میره بالا و میاد پایین. این که میره بالا و پایین سر اینه که اینا رو... این چون که بال باعث میشه که هواپیما یه فشار روش فشار بیاد که بره بالا، چون اگه بالو عوض بکنید اون قیافه بال، یعنی که یعنی اندازه‌ای که جو باید روش حرکت بکنه، در زیرش هم باید حرکت بکنه، اینو وقتی که عوض بکنید قسمت پایینش بالا و پایین بیاد، این قسمتی که قسمت بالای بال هواپیما داره مسافرت میکنه اون عوض شده نسبت به زمین، برای همینی که فشار عوض میشه. حالا جرمش هم تغییر کرده اون وقت؟ جرم چی؟ جرم هواپیما یا چون نه، وزنش که تغییر نمیکنه. جرمش اصلا عوض نمیکنه. وزنش تغییر نمیکنه. جرمش هم تغییر نمیکنه. جرمش و وزنش را عوض نمیشه. اینجوری است که ما استفاده میکنیم از چیزهای قسمت‌های مختلف که از چیز بریم بالا. در سطح بریم بالا. این دوتا رایت برادرز که چیز کردن، هواپیما رو که اختراع کردن، اینا فهمیدن که اگه یه بالی رو درست کنن و این باله رو بذارن تو هوا بمونه، این باله همیشه سعی میکنه که بره بالا. اینا اینو به فکر رسیدن که اینو میتونن به یه دونه چیزی که چرخ داشته باشه بذارن و یک هواپیما اختراع کردن. اینجوری است که هواپیما درست شد. اوکی؟ پس بنابراین میبینی که ما چجوری میتونیم این سفری که ما در جو زمین داریم میکنیم، اوکی؟ ما میدونیم از استفاده بکنیم از قسمت‌های مختلف هایدروداینامیکس. اینا بعض خاطر چیزهای هایدروداینامیک. من همیشه این داستان رو به همه میگم که موقعی که من روزی که اباکی رفته بودم اونجا، خواسته بودم رجیستر بکنم، به من گفتن چی میخوای، چه درسی میخوای بخونی، گفتم تکستایل تکنولوژی. گفتن اوکی تکستایل تکنولوژی، ولی باید ماینورت باشی، باید یه میجر انتخاب کنی. گفتم میجر چیه؟ گفتن تکستایل تکنولوژی میجری نیست تو در ام‌آی‌تی. شما یه چیزهایی مثل هایدروداینامیکس، ایروداینامیکس، آی دون نو، چیزهای دیگه مختلف، قسمت‌های مختلف هست، رگولر مکانیکس، به یکی اینا رو انتخاب کنی. وقتی به من گفت هایدروداینامیک، من فورا از اونی که اونجا نشسته بود پرسیدم، بگو ببینم من اگه هایدروداینامیک بخوام بگیرم و در هایدروداینامیک من اگه بخوام متخصص بشم، میدونم بفهمم که تیاره چجوری بالا و پایین میره؟ بگو آره اون درست، اتفاقا فقط و فقط واسه اونه. گفتم اسم منو بذار رو قسمت هایدروداینامیک. البته این موضوع برای جلسات بعد موضوع اصلیمونه که راجبش صحبت خواهیم کرد، ولی از اون فرمول دور نشیم آقای ویکتوری. کدوم فرمول؟ فرمولی که چرا الین ها نتونستن به کره زمین بیان. نتونستن. ام مساویس با ام زیرو. بله. نه. حالا دور نشیم. درست داره اون. اوکی. بنابراین این
فرمول هنوز نگفتیم بهش. نه راجبش صحبت نکنیم. الان میذاریمش رو صفحه راجبش صحبت کنیم. الان راجب سرعت و شتاب و توضیح دادید. حالا بریم سراغ جرم و وزن. سرعت و شتاب جرم و وزن. اوکی. داشتن جرم و وزن رو میگفتن. جرم بدن. جرمی که من شما ما هممون یه جرم داریم. اوکی. یعنی یه وزنی داریم. این وزن چیه؟ وزن خیلی سیمپلی نیرویی هست که این جاذبه زمین روی جرمی که بدن ما هست. بدن ما در حقیقت وزنی نداره، جرم داره. اوکی. این چیز، این نیرویی هست که زمین، کشش زمین، اوکی، روی جرم ما میذاره و اینو به طرف خودش میکشه که به ما وزن میده. وزن چیه؟ وزن یه نیروست. اوکی. جرم نیرو نیست. جرمه. شما این جرم بنده هست و کسای دیگه هم جرم دارن، ولی باید ضرب در جیبه اون میگن the G forces، کشش زمین بشه که این بیاد بشه نیرو. اینجوری هست که جرم هر چیزی بستگی به نیرو داره. در حقیقت جرم چه کار داره؟ جناب ویکتوری، جرم میشه مقاومت در برابر شتاب در حقیقت. درسته؟ درسته. شما گفتی. هر دیگه من بخواستم بذارم. درسته. شما که کتاب پدیده های فضایی رو دارید، اگه برید در صفحه 122، اون صفحه هست که برای شما همه اینا رو داره تشریح میده و یک فرمول اون بالا میبینید. اون فرمول رو الان بذارید. فرمولو. بله. الان فرمول رو دارید میبینید؟ اینجا هست. M یعنی جرم. یعنی چه؟ یعنی مقاومت به در برابر شتاب. اوکی. مقاومت به نیرو. اوکی. و این نیرو چجوری مقاومت، چجوری این مقاومت میکنه نیرو رو؟ اگه نیرو رو اینه که شتابش میدونه بیشتر بشه. وقتی شتاب میکنی اینجوری شتاب، بذارید یه جور دیگه براتون بگم. وقتی نیروی شما بر هر جرمی دیگه وارد میکنید، چه بدن آدم باشه چه هر چیز دیگه باشه، اگه بخواید اینو حرکتش بدید فرقی نمیکنه. اول کاری که باید بگیرید باید شتاب بش بدید. چون وایساده یا اینی که یه سرعت معمولی داره، یه سرعت خودشو داره، شما این اگه میخواید سرعتش بیشتر بشه باید شتاب بش بدید. اوکی. اگه وایستاده میخواید حرکتش بدید باید شتاب بش بدید. اوکی. برای خاطری که این دوتا رو بهش بدید باید یک نیروی بهش وارد بکنید. اوکی. این به این میگن F=ma. این یکی بزرگترین و مفیدترین فرمولی هست که در این قانون اول نیوتونه دیگه. قانون اول نیوتن. قانون اول نیوتن داره. نیوتن سه تا قانون داشته. این قانون اولش. اوکی. که نشون میده که برای خاطر اینی که شما شتاب پیدا بکنید، چقدر شتاب دارید، پس این میشه چی؟ F=ma. A یعنی acceleration. اوکی. M یعنی جرمتون. F یعنی نیروتون، نیرویی که باید وارد بیارید. شما وقتی میدونید چه اکسلریشنی میخواید، یعنی چه شتابی میخواید داشته باشید، جرمتون هم که معلومه، همه جرمای ما معلومه که چی هست دیگه. وزنامونو که همه میدونیم چیه، تقسیم بر 32 ممیز 2 بکنید این میشه جرمتون. این جرمه منتها در همه جا هست. جرم فرق نمیکنه، ولی وزنه که فرق میکنه. بسته به اینه که در چه محیطی باشه و چه جی فورسی داشته باشه روش. اوکی. جی فورس یعنی نیروی کشش زمین. کشش زمین. کشش زمین چه کار میکنه؟ وقتی یه چیزی من اینجا دارم، من اینو ولش کنم، این چطور میشه؟ میفته. فوقاً میفته. بذار ببینم اینجا. اینو ببینید. اوکی. اینو من ول کنم چی میشه؟ میفته. فوقاً میفته. اوکی. یعنی چه؟ یعنی سرعت پیدا میکنه.
وقتی سرعت پیدا میکنه یعنی چه؟ یعنی شتاب داره، یعنی شتاب خیلی چیزی داره. این شتاب از کجا اومده؟ از کشش زمین، بنابراین اینو میکشه پایین. حالا من اگه خواستم تو ماشینم میشیرم برم، ماشینه که اونجا تو خیابونه چهار تا ویل داره، این باید حرکت کنه، من میخوام حرکت کنم بالا و پایین، با ماشینم نمیرم که، راست و چپ میرم. برای خاطری که راست بخوام جلو برم، باید یک نیروی بهش وارد بیارم که این بتونه در خط راستی حرکت کنه. اون نیرو رو موتور ماشین میده به چهار تا چرخهای ماشین، که اون دیگه یه چیز دیگه ایست که در باشته جاش اینجا ایست که صحبت کنید. اون نیرو وقتی که این چهار تا چرخها رو میگردونه، نیروی وارد میاره به ماشین، و این نیرو هست که به ماشین شتاب میده، و اون شتاب هست که به ماشین سرعت میده، و این موقعی است که شما میبینید که دارید با یک سرعتی حرکت میکنید. حالا بیایم عوض ماشینمون بریم سر تیاره. تیاره رو من نشونتون دارم که نه فقط خود تیاره چجوری بالا و پایین و این بر اون بر میره، شتاب های مختلف داره، اکسالریشن های در قسمت های مختلف و این اون داره. ما میتونیم نشون بدیم که چجوری ما میتونیم که این تیاره رو نه فقط اینی که بالا و پایین ببریم، بلکه چپ و راست ببریم، و اصلا این بدونه در هر طرفی که ما میخواییم در فضا حرکت کنه و بشه تیاره. منتها ماشینه رو سطح زمین فقط باید در یک تو دیمنشنز فقط باید حرکت کنه، دو بعدی. تیاره ها دو بعدی، دو بعدی. آره اوکی. یا طرف راست میدونه بره یا طرف چپ، البته عقب و جلو هم که بره این راست و چپ میشه یه بعد، عقب و جلو میشه یه بعد، بنابراین دو بعد دارید مسافرت میکنید. بالا و پایین نمیتونید برید، تنها جوری بالا و پایین میتونید برید اینه که جاده بره بالا و پایین. اوکی. ولی حالا بیایم چیکار بکنیم؟ حالا میخوایم بیایم بریم به فضا. به فضا هم اگه بخوایم بریم با تیاره نمیتونیم بریم به فضا. چرا؟ تیاره رو چی کار میکنه؟ رو جو زمین. ما تازه میخوایم مخصوصا از جو زمین بریم بیرون که بریم به تو چی بیرون برسیم، به چی میگن، به فضا برسیم. اوکی. بنابراین باید از جو خارج بشیم. یه چیز تازه لازم داریم. اون چیز چیه؟ نیرویی که ما به این جرمی که ما میخواییم از جو زمین بره بالا، این نیرو باید به طرف حرکت این جرم باشه. ما داریم میخواییم چه کار کنیم؟ میخواییم بریم بالا. دیگه نمیخواییم راست و چپ یا جلو و عقب، میخواییم بریم بالا. برای اینه که ما کاری که میکنیم، ما اینا رو یه سفینهی درست میکنیم، مردم رو میشونیم تو استراتا رو میزنیم تو سفینه، سفینه رو میزنیم روی دونه موشک، موشک رو از زیر روشن میکنیم. چی روشن میکنیم؟ یه ماشین مخصوصی که حرکت میده به این موشک. همه تون دیدید دیگه، وقتی یه از این موشکایی که یه سفینه هم بالاشه، تو سفینه هم دو تا سه تا چیز نشستن، استرودار اینا نشستن، از زیرش این فیلم ها رو، این موتور ها روشن میشن. گاهی اوقات هم موتور تو سایدش هم دارن، این البته ایمپروومنت هاییست که دارن. همه اینا وقتی که روشن میشن، از زیر فشار میارن به چی؟ به موشک. و موشک شروع میکنه به طرف نیرو حرکت کردن. طرف نیرو چیه؟ فشاریست که این موتور این موشک داره به خود موشک میاره، از پایین به طرف بالا. آقای ویکتوری 4 دقیقه وقت داریم، 2 دقیقه مال شما، 2 دقیقه مال من تا پایان برنامه. خیلی خوب. 2 دقیقه وقت دارین شما. خیلی به موقع. آره. خیلی به موقع. پس بنابراین میره با. بنابراین چطوری شد که ما الان دیدیم که حرکت چیه؟ سرعت چیه؟ شتاب چیه؟ اینا رو همه رو باید بدونیم. الان یاد گرفتیم که چی هست و چی نیست. حالا یه فرمولی که اینجا من گذاشتم براتون، M equal to M zero تقسیم بر 1 minus V square بله، to the power of 1/2. اونایی که مهتمتی خوب میدونید، اوکی؟ حالا
این ام شتابیست که ما میخواییم داشته باشیم، اوکی؟ در حرکت، وقتی که حرکت بخواییم بکنیم، ام زیرو جرمیست ما داریم وقتی که همینجوری حرکت نمی کنیم که همینجوری نشستیم. یعنی هر موقعی که ما بخواییم حرکت بکنیم به یک جای دیگه، به طرف به این ور و اون ور، این مساوی هست با اون جرمی که داریم که نشستیم. اون جرمی هم که ما نشستیم اصولت فقط و فقط وزنمون میدونه اونو معلوم کنه، چون اون جرم همیشه در چیز زمین هست، در جو زمین، در جاذبه زمین روش عمل میکنه و اون بجوتن وزنش. ما میدونیم موشکه چقدر وزن داره، میدونیم من چقدر وزن داره، این خیلی ساده است. اوکی. تقسیم بر این قسمت ماتماتیکیه، باید بهتون بگم پرانتز یعنی اول باید چیزی که داخل پرانتز هست این معلوم بشه، این چه یک یعنی نمره یک منهای V سکوئر تقسیم بر C سکوئر. V چیه؟ V سرعتیست که ما داریم. اوکی؟ وقتی که جرم شروع بکنه به سرعت پیدا کردن، اوکی؟ سرعتی که داره میره، این سرعت ها دارن عوض میشن. سی این بنابراین وی داره مرتب عوض میشه، ولی پایینش سی. سی چیه؟ سی فقط و فقط و فقط یه نمره از سرعت نور که مساوی است با 300 هزار کیلومتر در ثانیه. حالا اینو میدونیم که این یه چیزی هست که همه این سرعت نوره، همه فهمیدیم که سرعت نور چرا و چرا. آقای ویکتوری، آقای ویکتوری اجازه بدید که ما یک جلسه دیگه هم جلسه بعد رو در این مورد باید صحبت بکنیم، چون خیلی مطلب هنوز مونده راجع به این موضوع. اوکی، بذار این پرانتز رو تموم کنم تا جلسه آخه دیگه وقت نداریم دیگه، اینو الان بذاریم اصلا همینجوری نگرش دارین، بذارین منهای V تقسیم بر C سکوئر. ولی نه میگه اینو باید بگم بگم. ولی V سرعتیست که ما داریم، این سرعتمون داره بالاتر میره، یعنی V تقسیم بر C، ولی C ثابته، دوبلش از 300 هزار. V تقسیم بر C سرعتمون به مجرد که شروع میکنیم به حرکت کردن، V تقسیم بر C بالا میره. وقتی که V تقسیم بر C بالا میره، این از زیرو شروع میشه. وقتی که V زیروست، یعنی ما حرکت رو موشک وایستاده، اوکی، تا اینی که سرعت به سرعت C برسه. این وقتی هرچی که وی بالا بره، وی تقسیم بر سی بالاتر میشه، نزدیک یک. و یک این اینی که تو پرانتز هست کوچیکتر میاد، سکوئر روت اونو که بگیرید، حالاست که معلوم میشه که شما چقدر حرکت میدونید بکنید در فضا. حالا من به طور کلی فقط بگم، چون دیگه رسیدیم به ته برنامه، در حقیقت این فرمول میخواد به شما نشون بده که اگر شما بخواید به سرعت نور برسید و به اون سرعت حرکت کنید و از سرعت نور برین بالاتر، در حقیقت به تابش تبدیل میشین. درسته جناب ویکتوری؟ درسته، باید سرعتتون اینقدر برید بالا تا اینکه به سرعت نور برسید، اوکی، که یک منهای یک بشه صفر. ام یعنی جرمتون، یعنی چی تو؟ جرم یعنی جرمتون مساوی میشه به چی؟ هرچی که یک منهای یه لغت کمتر از یک میاد به طرف یک. وقتی که یک بشه، این وید اوور سی یک بشه، یک منهای یک بشه صفر، یعنی ام میشه اینفینیت، بی نهایت. این دلیلی بر اینه که حالا میگم هفته بعد حتما مفصلتر واضحتر راجبش صحبت میکنیم، ولی این دلیلی بر این میشه که هر جسمی که هر سفینه‌ای هر چیزی که بخواد از یک کره دیگه‌ای که فاصلش خیلی زیاده با ما، باید با سرعت نور اگر بخواد حرکت کنه که چند میلیون سال ممکنه طول بکشه تا به ما برسه، امکان پذیر نیست، برای اینکه اون جسم به تابش تبدیل میشه، بی نهایت میشه جرمش و اصلا امکان نداره. دوستان عزیز، ما این نشون میده که وقتی بی نهایت میشه، یعنی که شما هیچ وقت نمیدونید ام بی نهایت بشه. اوکی؟ درسته. این داره میره به طرف یه چیزی، اینه که وی مکسیموم وی که میدونید داشته باشید چیه؟ سرعت نوره. بله.
اینجاست که نشون میده که هفته پیش یادتونه گفتم از سرعت نور بالاتر نمیتونید در فضا مسافرت کنید. خیلی خب، پس ما به اینجا رسیدیم که نمیتونید اصلا به اونجا برسیم، نمیتونیم برسیم و هیچ کس هم نرسیده تا حالا، پس به هیچ کس هم به کره زمین نیومده. ولی آره، ولی توضیح بهترش رو در هفته آینده باز هم در همین مورد صحبت می‌کنیم، چون خیلی مبحث شیرین پرطرفداری هم هست. اگه شما خوشتون میاد هفته دیگه از اینجا شروع کنیم، حتما همین کارو می‌کنیم، درباره مازیت این یکی فرمول صحبت بکنیم. آره دوستان عزیز، فراموش نکنید دو کتاب خدادین علم و پدیده‌های فضایی آخرین تعدادهای اندکی که ازش مونده رو اگر مایلید داشته باشید میتونید به شماره 818-451-5677 زنگ بزنید، این دو کتاب رو تهیه بکنید. کتاب ها مگه دستتون باشه موقعی که آقای ویکتوری داره راجبش صحبت میکنه خیلی براتون روشنتر و واضحتر میشه. دو کتاب قیمتش $200، جناب ویکتوری $80 روش تخفیف گذاشتن، به خصوص برای کسایی که در اروپا و کانادا میخوان این کتابا رو تهیه کنن و هزینه پستشون بیشتر میشه، این $80 اون هزینه پست رو در حقیقت جبران میکنه. در آمریکا هم که اگر هستید که هزینه پستتون خیلی کمه، دو کتاب رو به جای $200 $120 میگیرید و به علاوه هزینه پست. خدا نگهدار شما جناب پروفسور ویکتوری، خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه. تا برنامه آینده همه شما را به آفریدگار بزرگ می سپارم.